به شما دوست عزیزم، امروز با هم تمرینات یوگا برای قبل از خواب انجام میدیم. تمرینات خیلی ساده هم. همه حتی کسایی که تا حالا تجربه یوگا نداشتن میتونن انجامش بدن، فقط به یک کمربند یا شال یا وسیله مثل این نیاز دارید. اگر آماده اید برید به پشت بخوابید. تمرینمون رو از وضعیت پروانه، کف هر دو پام رو به هم میچسبونم و توی این وضعیت قرار میدم. میتونم کف هر دو دستم رو روی داخل رونه پام یا روی شکمم قرار بدم. من دستامو میذارم روی شکمم، چشمامو میبندم و شروع میکنم به دم و بازدم. با هر دم شکمم رو پر از هوا میکنم و با بازدم شکمم از هوا خالی میشه. من توجه میکنم به حرکت دستم روی شکمم انگام دم و بازدم. دم میگیرم و بازدم شکمم رو از هوا خالی میکنم. دوباره دم و بازدم. یه بار دیگه دم و بازدم. خب اگه چشماتون رو بسته بودید باز کنید. پای چپم رو صاف و کشیده روی مت قرار میدم. پای راستم رو میکشم توی شکمم. میتونم انگشتای پام رو بکشم به سمت خودم برای چند لحظه. اینجا پام رو نگه میدارم. خب به آرومی پام رو میکشم به سمت سقف. انگشتای پام رو بر میگردونم به سمت خودم، به سمت صورتم. اینجا میتونم از یک کمربند یا شال استفاده کنم که کشش رو بهتر کنم. شال یا کمربندتون رو بندازید کف پاتون، بودی کف پا، زیر پنجه پاتون و پاتون رو اینجا تا جایی که براتون امکان داره. اگر میتونید آرنجاتون رو بذارید روی زمین که شونهاتون رو از زمین جدا نکنید. شونه ها ریلکس به سمت زمین. هیچ فشاری توی قسمت سرشونه، گردن یا سرم نیست. فقط پشت پام احساس میکنم یک کششی دارم. اگر دوست دارم کشش رو بیشتر کنم میتونم پام رو یه مقدار بکشم به سمت خودم. زانون رو تا جایی که میتونم صاف نگه میدارم ولی زیاد قفلش نمی کنم. دم و بازدم یادم نمیره. خب دو سمت کمربند رو میدم به دست چپم و دست راستم رو میذارم توی قسمت داخل رونم که اجازه ندم لگن سمت راستم از زمین بلند شه. همراه با دم و بازدم یه کوچولو پام رو میبرم به سمت چپ ولی تا جایی که مطمئنم لگنم روی زمین مونده. اگر لگنم از زمین بلند میشه یه مقدار پام رو برمیگردونم به سمت وسط و هر جایی که کشش رو احساس میکنم همونجا نگه میدارم. دم و بازدم جاری باشه. آرومی میام وسط. کمربند رو میدم به دست راستم. این بار دست چپم رو میذارم روی رون پای چپم که پام رو ببرم به سمت راست و با کمک دست چپم پام رو روی زمین نگه دارم. در واقع لگنم رو روی زمین نگه دارم. پام رو هر چقدر که میتونم
یه احساس خوبی بهم میده، میبرم به سمت راست، سر و گردنم رهاست، چشاری توی شونه هام، سر و گردنم نیست، دو سمت شونم روی زمین هستن. من بازدم به آرومی برمیگردم وسط، یه بار دیگه پام رو میکشم به سمت خودم، کشش رو یک مقدار از دفعه اول بیشتر میکنم، به آرومی کمربند رو برمیدارم، زانوم رو خم میکنم، پای چپم رو خم میکنم و قوزک پای راستم رو میذارم روی قسمت پایین تر از زانو. اول با دست راستم فشار میدم به داخل رون پام و میکشمش به سمت بیرون. اگر برام امکان داشت یا خواستم کشش رو بیشتر کنم، میتونم زیر رون پای چپم رو بگیرم و پام رو از زمین جدا کنم، بکشم به سمت شکمم، به سمت سینم. الان کشش و فشار توی پای راستم پشت پام، انگشتای پام رو برمیگردونم به سمت زانو، دم و بازدم. پای چپم رو صاف و کشیده میبرم به سمت بالا و دوباره برش میگردونم به سمت پایین. این مقدار کشش رو بیشتر میکنم، دوباره پای چپم رو صاف میکنم و دوباره خمش میکنم. باز یه کوچولو با دستم فشار میدم و اگر امکان داره پام رو بیشتر میکشم به سمت خودم. یه بار دیگه پای چپم رو صاف میکنم و خمش میکنم، یه کوچولو کشش رو بیشتر میکنم و هر دو پام رو رها میکنم. این بار جای پام رو عوض میکنم، پای راستم رو صاف و کشیده نگه میدارم، پای چپم رو میکشم توی شکمم، توی سینه، برای چند تا دم و بازدم اینجا نگهش میدارم. حالا از کمربندم استفاده میکنم، میندازم کف پام و پام رو صاف و کشیده میبرم به سمت بالا. اگر میتونم آرنجامو میذارم روی مت که فشاری به دستام یا سرشونام نیارم. کل تمرکزم به فشار و کشش پشت پام هست، این قسمت پام. هر چقدر که برام امکان داره پام رو میکشم به سمت خودم ولی فشار زیادی نمیارم. انگشتای پاتون رو میتونید برگردونید به سمت صورتتون. پایی که پایین هست فعاله. همون بازدم. کمربند رو میدم به دست راستم. این بار با دست چپم فشار میدم به داخل رون پام که لگنم رو از زمین بلند نکنم. پام رو تا جایی که میتونم میبرم به سمت چپ ولی لگنم روی زمین میمونه. لگنم اگه از زمین بلند شد پام رو برمیگردونم وسط. همو بازدم. آرومی برمیگردم وسط. این بار دو سمت کمربند رو میدم به دست چپم، دست راستم رو میذارم روی رون پای راستم که لگنم از زمین بلند نشه. پام رو آروم آروم تا جایی که میتونم میبرم به سمت بیرون، جایی که برام امکان داره و هر جایی که کشش رو احساس کردم من اونجا نگهش می‌کنم. تمو بازدم.
بر میگردونم و پای دیگه هم خم میکنم. موزک پام رو میذارم روی بالای زانو. اول با دست چپم فشار میدم، اونم رو به سمت بیرون باز میکنم. اگر برام امکان داره میتونم زیر رون پای راستم رو بگیرم و بکشمش به سمت خودم، اگر نه همونجا نگهش میدارم. دمو بازدم، سر گردنم، شونه ها روی مت رها، کشش پشت این قسمت پای چپم هست. همراه با دم و بازدم پای راستم رو صاف میکنم، آرومی برش میگردونم و یه مقدار پام رو بیشتر میکشم به سمت خودم. یه بار دیگه دم میگیرم، پام رو صاف میکنم، آرومی میبندمش و کشش رو یکم بیشتر میکنم. یه بار دیگه دم میگیرم، پام رو میبرم به سمت بالا و به آرومی میارمش پایین. کشش رو یک کوچولو دیگه بیشتر میکنم، دم و بازدم و به آرومی کف هر دو پام رو میذارم روی زمین. زانوهام رو میکشم توی شکمم، اگر دوست دارم میتونم بچرخم به چپ به راست. زانوهام رو یکم از هم باز میکنم، کف هر دو پام رو میارم به سمت بالا، به جایی که تقریبا کف پام رو به سقف باشه. الان من میتونم همینجا نگه دارم، این قسمت رونم رو بگیرم برای چند تا دم و بازدم. اگر دستم میرسه میارم روی صاب پام و به این صورت میگیرم. اگرم که دستم میرسه باز میارم توی لبه بیرونی کف پام و فشار میدم کف پام رو به سمت زمین، انگار که میخوام زانوهام رو یک کوچولو نزدیک کنم به زمین. مثلا فشار میدم به کف پام و کف پام هم انگار داره به دستم فشار میده، یه همچین حالت. دم و بازدم، اگر دوست دارید میتونید یکم برید به چپ به راست. لگنم رو نمیخوام از مت جدا کنم، لگن روی مت میمونه. کف پام رو به سقفه، اگر دوست دارم میرم به چپ و راست، اگر نه میتونم ثابت نگهش دارم. دم و بازدم، آرومی پام رو به هم نزدیک میکنم، دوباره میکشمش توی سینم و کف هر دو پام رو میذارم زمین. یه بار دیگه توی وضعیت پروانه قرار میگیرم، کف دستام رو توی شکم قرار میدم. توجه میکنم به قسمت داخلی رون پام و ببینم که آیا احساسم یا کششی که توی این قسمت پام دارم نسبت به اول تمرین فرقی داره یا نه. اگر کشش رو بیشتر احساس میکنم بهش توجه میکنم. دم و بازدم، تا هر وقت که دوست دارید توی این وضعیت باقی میمونید. اگر خواستید از تمرین خارج شید برگردید به یک سمت، با فشار کف دستتون به وضعیت نشسته قرار میگیرید. من که خوابم میاره با این تمرین. روز و شب خوبی داشته باشید. همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. ای عاشقان، امروز ماییم و شما، افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا.
گر سیل عالم پر شود، هر موج چون اشتر شود. مرغان آبی را چه غم، تا غم خورد مرغ هوا. ما رخ ز شکر افروخته، با موج و بحر آموخته. زان سان که ماهی را بود، دریا و طوفان جان‌فزا.